فارسی و پارسی تباری در این مقطع زمانی برای ما پارسی تبارها و پارسی زبانها و اقوام متحد ما یک محوریت سیاسی ارزشمند می باشد. ما با توسل به آن خواستیم و می خواهیم در چارچوب خودی یعنی پارسی محوری توأم با اقوام متحد ما سیاست نموده و حقی را که داریم یعنی همانا تعیین سرنوشت خود و دست خود و خود حاکم آن باشیم. اما تلاش ما این است که این حاکمیت بر سرنوشت خودی و تعیین حق استقلالیت با دیگران یعنی افغانها نصف و نیم نباشد و در هر حالت ممکن با توجه به درس‌های تاریخی بتوانیم در جغرافیای خودی حکومت نموده و سایه سیاه قرنواره افغانها را از سر خود دور ساخته و خودمان برادر بزرگ خودمان باشیم. وقتی ما صحبت میکنیم بهتر میدانم در این باب بخشی از بیانیه راهبردی جنبش حق تعیین سرنوشت فارسی زبانان را اینجا نقل کنم. هدف از اقوام متحد با اقوام فارسی زبان اقوامی هستند که زبان مادری آنها زبان فارسی نیست، اما در طول تاریخ نقش ارزنده در رشد و بالندگی زبان فارسی و آفرینش فرهنگ و تمدن فارسی داشتند و در این میراث تاریخی ستر خود را شریک می دانند. این اقوام نگاه دشمنانه به زبان پارسی ندارند و پارسی زبانان نیز به زبان و فرهنگ آنان احترام میگذارند. عمده این اقوام در این میهن باختریان عبارتند از ترک تبارها مانند ازبک ها و ترکمن ها، نورستانی ها، پشه ها و سایر اقوام غیر پشتون. با توجه به بیانیه راهبردی جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان باید اضافه نمایم که جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان در سرزمین باختریان اقوام ترک تبار را متحد خود دانسته و با آنها هیچ وقت دنبال اختلاف ها نبوده و در گفتمان رسمی تحت عنوان مواضع و دیدگاه های جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان در قبال اقوام غیر پارسی زبان دیدگاه های مثبت و برادرانه خود را در قبال اقوام شریف ترک تبار رسما بیان نموده و آنها را متحد اصلی خود در جغرافیای بنام افغانستان دانسته و در آینده تصامیم و حق تعیین سرنوشت خودی آنها را شریک محوری خود میداند. شما عزیزان می توانید این برنامه را در کلاب هاوس جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان شنونده باشید. اما روزهای پسین حال و هوای سیاست در داخل کشور، در فضای مجازی، بیرون کشور، نزد فرهنگیان، قلمبدستان، سیاستمداران، سیاست زدگان و از این قماش مردمان نهایت برای پارسی زبانان مکدر بوده و فضای بی‌اعتمادی، تهمت‌های تاریخی، دشنام‌های مجازی و غیره دامن ما اقوام پارسی زبان و قوم‌های متحد ما را به دام خود با سیم خاردار هزاره و تاجک زمینگیر خود ساخته و هنوز این فضا آرامش خاطر خود را نداشته و فروکش نیز نکرده است. ولی در درون جامعه پارسی زبانان یعنی همان تاجیک و هزاره چه عاملی باعث شده که تا این حد و اندازه از دشمن مشترک غافل شوند و به جای راه مبارزه با دشمن مشترک تاریخی به سر و کله هم در فضای مجازی زده باشند و هنوز نیز این را ادامه می دهند؟ چرا نباید هنوز متوجه این موضوع شده باشند که دشمنی با تیغ برنده در کمین بریدن تار و پود باقی مانده این اتحاد زبانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و هنری میان تاجیک ها و هزاره ها بوده و در صورت غافل بودن بیشتر هر لحظه ممکن است خون این اتحاد نیمبند نیز به قربانگاه شونیزم ریخته شود؟ چرا این غفلت ها در میان تاجیک ها و هزاره ها وجود دارد و چه عوامل این دو دستگی ها را به بار آورده و کدام عامل های درونی از داخل خود تاجیک ها و هزاره ها و چه عوامل در بیرون از حلقات تاجیک ها و هزاره ها باعث این دو پارچگی ها شده است؟ آیا گاه قومیت آنها عامل بوده یا هم گذشته تاریخی؟ آیا نقش آفرینی های بیرونی ها سرعت به رکاب این اختلاف ها داده است یا اینکه تغافل درونی پارسی زبانانه این ضعف ها را به بار آورده و باعث این دو پارچگی ها شده؟ اما ذهن هر اندیشمندی به سمت این موضوع نیز می رود که ممکن این همه اختلاف اندازی ها کار یک دشمن مشترک نیز باشد، اما چرا آنها تا حال این دشمن مشترک را نشناختند؟ چرا تدابیر در مقابل آن نگرفتند و هنوز آیا ممکن همان هویت جعلی افغان بالای آنها یعنی تاجیک های پارسی زبان و هزاره های پارسی زبان اثر عمیق داشته که دشمن واضح را نمی بینند و یا هم نمی خواهند ببینند؟ بله، این دشمن مشترک، این دشمن تاریخی کسی نیست جز شونیزم افغانی که قرنها بسته سیاه قبیله‌گرایی را بر فضای هویتی کشور پهن نموده و دائم از دروس مکتب گرفته تا بلندای سیاست و مواد جعل شده قانون اساسی
رقصخانی ما همه افغان هستیم را براه انداختند. این طور بر افکار اکثریت فریب خورده پیروز شدند که امروز باعث شده به جای فکر اساسی برای هویت و اتحاد پارسی، این اقوام پارسی زبان دنبال تفرقه و دوپارچگی باشند. حتی در مقابل همدیگر با تنگ نظری های فراوان و یادآوری از گذشته ها ایستاده شده و یک دیگر را توهین میکنند و آسیاب دشمن نیز هیچ وقت به آب برای ایجاد اختلاف بیشتر میان آنها خالی نمانده است. اما در این میان جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان با همکاری حزب کنگره ملی افغانستان در همین اوضاع مکدر میان تاجیک ها و هزاره ها ابتکار عمل به خرج داده و در صحیح ترین زمان ممکن طرح مسئله نموده و بحث های اساسی را در گفتمان تحت عنوان دوپارچگی تاجیک ها و هزاره ها چیستی، چرایی و راه حل ها به بحث گرفت و چیستی ها و چرایی های نیز از سوی مهمانان ما در آن گفتمان بیان شد. اما مهمانان در آن گفتمان اتفاق نظر بر این داشتند تا این موارد را ریشه‌ای بحث نماییم. نخست روی عوامل داخلی و خارجی دخیل در این دوپارچگی بحث شود و با شناخت این عوامل به سمت پیشنهاد نسخه مطلوب قدم بگذاریم. برای این منظور در این گفتمان روی عوامل درونی و بیرونی دوپارچگی تاجیک ها و هزاره ها، آسیب های آن برای همبستگی پارسی زبانان صحبت خواهیم کرد و پرسش های مطرح شده در بالا و این پرسش اصلی را امشب در این گفتمان از مهمانان گرامی من خواهیم پرسید. خانم ها و آقایان، درود و شبتان بخیر. شما را به گفتمان دوم ما از طرح مسئله دوپارچگی تاجیک ها و هزاره ها چیستی، چرایی و راه حل ها تحت عنوان عوامل درونی و بیرونی دوپارچگی تاجیک ها و هزاره ها، آسیب های آن برای همبستگی پارسی زبانان و ابتکار جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان و همکاری حزب کنگره ملی خوش آمدید میگویم. من احمد رشاد میرزاده و بانو راضی جویا میزبان شما در این گفتمان خواهیم بود. در همین حال حضور مهمانان گرامی من هر یک، جناب فیاض بهرمان نجیمی عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان، دکتر عبداللطیف پدرام رئیس و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، دکتر رها آزاد عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان، دکتر ضیاء آریایی نژاد که هنوز با ما تشریف ندارند، وکیل اسبق مردم سمنگان در شورای ملی افغانستان، دکتر علیرضا موحدی عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان که هنوز ایشان هم به دلیل مشکل اینترنتی با ما وصل نیستند، دکتر بانو ناجی افشاری عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان که ایشان نیز هنوز با ما وصل نشدند، دکتر همت فاریابی عضو شورای ترک‌تباران افغانستان، پژوهشگر و فعال سیاسی که هنوز ایشان را هم با خود نداریم، بانو وجیه تیموری عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان، ایشان را هم هنوز متاسفانه با خود نداریم، جناب میرحمد لومانی عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان که خوشبختانه اینجا هستند، دکتر فدا محمد پیکان معین اسبق وزارت صحت عامه و عضو شورای رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان که هنوز ایشان را هم دعوت کردم هنوز به بالا تشریف نیاوردن، و جناب حفیظ روند عضو جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان را نیز خیر مقدم عرض نموده. و قبل از اینکه برنامه را آغاز نماییم چند نکته را باید خدمت عزیزان مهمان و شنوندگان گرامی یادآور شویم که همکارم بانو راضیه جوی برایتان این موارد را بیان خواهند کرد. با عرض درود و سلام خدمت همه مهمانان عزیز و دوستان شنونده که در بحث امروزی در کلاب هاوس ما حضور دارند، همونطور که همکار ما یاد کردن، برای از این که بتوانیم یک بحث مفید و یک بحث همه جانبه داشته باشیم و در این حال بتوانیم حد اکثر استفاده را ببریم، بعضی نکاتی هست که رعایتش خیلی مهم و همچنان با ارزش است. اولین نکته مهمی است که مدت برنامه ما 150 دقیقه خواهد بود و از این 150 دقیقه 60 دقیقه ابتدایی را با مهمانای عزیز ما به بحث خود گرفتیم و پس از او 30 دقیقه باقی مانده را با عزیزان شنونده خود داشتیم تا اونا پاسخهایی که داشته باشند از مهمانان عزیز ما بپرسند و بعد مجددا 60 دقیقه دیگر ما بحث با مهمانای گرامی ادامه خود دادیم و از مهمانای عزیز و مهمانای ارجمند خواهشمند هستیم تا جواب ها و پاسخ هایشان بین 3 الی 5 دقیقه تنظیم نمایند، چون وقت بسیار محدود است و برای اینکه به تمام مهمانای عزیز وقت و نوبت کافی برسد تا اونا صحبت های خود داشته باشند، خوب است که امی 3 الی 5 دقیقه وقت تنظیم کنند بر پاسخ هایشان و همچنان
در غیر از اون ممکن است که ما به همه گی وقت کافی داده نشه و به صحبت هم رسیدگی درست نشه. و شنوندگان عزیزم خواهش داریم تا پرسش را که مطرح میکنن پرسش خود درخواست مایک بدن تا ما متوجه پرسششان شویم و بهشان وقت بدیم. و وقت سوال را عزیزان میپرسین لطفا جدا خواهشان بدون از اینکه حاشیه روی شود فقط با ذکر نامتان و مخاطبتان که مهمان است با ذکر نام از اونا سوال خود بسیار دقیق و مطابق به این موضوع برنامه ما مطلب سازین. بسیار زیاد تشکر و میزاده گرامی همکار ما در خدمت هستم. بخیر باشین. ابراز امتنان از شما بانوجوی گرامی، مجدد دوستای عزیز، شنونده های گرامی، مهمان های گرامی و را خوش آمدید میگم. برنامه را بدون فوت و وقت و دلیلی که جناب دکتر صاحب کمی دیرتر تشریف آوردن منتظرشان بودیم، وقت ما کمی نمیخوایم دوباره فوت شود، برنامه را با آقای نجیمی آغاز میکنیم. آقای نجیمی اگه صدای ما را میشنوین مایکتون هم بشه به نشانه تایید باز کنید. ابراز امتنان. آقای نجیمی از شما میخوایم بشنویم که چیستی دو پارچگی ها و منشه آن را میان تاجیک ها و هزاره ها شما در چی میبینید؟ آیا این میتوانه ناشی از ضعف پارسی و پارسی تباری باشه یا ای که کدام عامل دیگری را شما در این موضوع دخیل میدانید؟ درود به مهمانه عزیز. ببینید پرسش اصلا پرسش وسیع است که نیاز به نوشتن حتی کتاب ها داره. ما در کلیت و کوتاه اگر ما این مسئله را مطرح بکنیم دو نقطه مهم است. یکی است که پارسی زبان ها با هویتشان آگاهی درست ندارند. این باید از اذعان بکنیم. ما هویت پارسی را یک بحث نو است که آغاز کردیم، یعنی به مفهوم از این که وقتی ما پارسی میگیم ما امو مفهوم دری گویان رها میکنیم، چیزی را که در از نقطه نظر تاریخی وجود داشته. زمان فلسفه پشتونیزم ایجاد میشه، فلسفه سیاسی و ایدئولوژی پشتونیزم ایجاد میشه از دهه 1930، اینا به طور سیستماتیک تمام کارشان بر مبنای هویت زدایی، اول هویت زدایی پارسی تبارا و پارسی زبانان آغاز میکنند. از یک سو با زبان پارسی اینا علیه پارسی میجنگند بدون از اینکه پارسی زبانها آگاهی از این مسئله داشته باشند. متاسفانه یکی از مسائل بسیار مهمه که ما باید از به او اذعان بکنیم است که ما تفکر نظاممند یعنی پارسی زبان ها در مورد هویتشان نداشتن، بس هویتی وجود نداشته، بس فرهنگی وجود نداشته. ما قبول داریم که نویسنده و شاعرای داشتیم، ترجمان بودن، اما اینا در اون فکر را که فردوسی بزرگ داشت که آینده را بر ما ترسیم کرد، او را اینا نداشتن. اینا در مقطع معین بودن. یک بخش از این روشن فکرها رفتن ایدئولوژیک شدن، بخصوص نظریات چپ بسیار بزرگ بود و اینا فراقومی انترناسیونال فکر میکردن و در درون از اینا مسائل را مطرح نمیکردن. در سمت دیگه گروه های اسلامگرایی هم که بودن اینا دو نوع فراقومی فکر میکردن، سونیه ها با یک نوع فکر میکردن، تنها شیعه ها بودن که عمدتا معدودتر و تفکر قومی بودن. بنابراین ما وقتی که میبینیم عوامل داخلی فوق‌العاده زیاد است. آنچه را که ما در جنبش حق تعیین سرنوشت میخواییم او را بیاریم دوباره که عبارت است از هویت سازی است. هویت را که ما گم کردیم، هویت را که نه حافظه تاریخی بزرگ داریم یا دراز داریم، نه حافظه تاریخی کوتاه، هویت را که ما میخواییم که با تغییر پارادایم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی آغاز کنیم. ما میخواییم که هژمونی فرهنگی پارسی با مؤلفه‌های اون را تعریف بکنیم. نه تنها تعریف بکنیم، با تعریفش دادیم. ما اولین ساختار هستیم که آمدیم استاد شدیم، نه تنها گفتیم که حق تا این سرنوشت، بلکه ما میخواییم پارادایم جدید را به وجود بیاریم. بنابراین زمانی که ما در بعض پارادایمی میاییم، در بعض هژمونی فرهنگی میاییم، در اینجا ما تفاوت بین تاجک و هزاره نمیبینیم. چیز بسیار مهمی است که تاجک و هزاره مفاهیم هستند که تقریبا به درازای تاریخ شما ایره برده نمیتونید. به اون خاطر هم است که اینا در تاجک و هزاره ها در تاریخ نویسی خود گمراه هستند. امروز میخواین تاریخ نوشته کنند، تاریخ جعلی میخواین دوباره نوشته کنند، چیزهایی را بر خود میخواین. دال که
تاریخ ما بسیار روشن است. تاریخ ما تاریخ پارس است، پارس شرقی است. اگر ما در خود پیوند درست بتیم با فرهنگ، هویت و تاریخ خود، با دو حالت ما نیاز نداریم که بیایم تاریخ های جدید بسازیم. شما ببینید تاریخ تاجیکان در مسیر تاریخ را که عمدتاً کار بیشتر را در تاجیکستان کنونی در دوران شوروی صورت گرفته، پیش از او شما نام های و مفاهیم و در شعر و اینا پیدا میکنید، اما اینا تمامشان اقوام پارس شرقی بودند. ساتراب های گذشته های از دوران اخامنشیا و ساسانیا بودن و اینجا تمدن، زبان، همه چیز وجود داشت. به این خاطر ما مشکل ایره داریم که شناخت از تاریخ خود، شناخت از فرهنگ خود به اون مفهومی که ضرور است نداشتیم، کار صورت نگرفته. پس این عامل اساسی جدایی ما شده که دو سه عنصر دیگه هم در اینجا نقش داشته. یکی تفرقه اندازی بسیار آگاهانه و سیستماتیک افغان پشتون ها بوده که این اقوام از هم جدا ساخته، و مهمترین مسئله در این بوده که در بحث گذشته هم هفته اشاره داشتم که اون و بیشتر از اون دکتر راهای عزیز در این مورد صحبت داشته که عامل دینی را و علیه دو یک قوم بزرگی که با گرایش دو قوم دو سه مذهب هستند، یعنی در درون فارسی زبان ها پلورالیزم مذهبی به تمام مانا وجود داشته، اما این را حاکم ها طور برنامه ریزی کردن که اینا در برابر یکی دیگه قرار بگیرن. فارسی زبان ها یا فارسی تبار های سنی مذهب علی از اینا علی شیعه مذهب ها استفاده کردن، همه از اینا را علی اسماعیلی ها استفاده کردن، یعنی که امو مفهوم حابسی که جنگ همه علیه را به وجود آوردن. بنان عامل درونی دو تا است، یک عامل درونی نزدیک است، یک عامل درونی خود ماست که خود ما تاریخ خود را دوباره باید نشناختیم که دوباره باز تعریف خود را بکنیم و بیاییم به مدنیت و هویت فرهنگ خود، و طرف دیگه ای است که حاکمای پشتون ای کار را کردن که در ذهن یک گروه که نسبتاً نزدیک از نقطه نظر مذهبی یعنی بودن که گذاشتن تا فارسای سنی مذهب به نام تاجیکا، اینا را استفاده کردن علیه فارس تبارهای شیعه مذهبی که ازاره ها هستند، و این کار نه تنها در این مورد انجام دادن. من گاه گاهی وقتی فکر میکنم که در ذهن کلگی عادت شده که فارس تبارهای که از ایران کنونی آمدن اینا را ساختن قزلباش، یک چیز مزخرفه که اونا هم بردوار قبول کردن که قزلباش هستن. در حالی که شما تاریخ را که بخوانین از دوران ابدالی تا تیمورشاه، اینا اقوام یعنی دبیرای بودن که آمدن برای پشتون ها اینا حکومتداری کردن. هر کسی که تاریخ کابل قدیم هم میشناسه، هر کسی که کابلی قدیمی است میدانه که شهر کهنه کابل چیگونه بود و گذرها چیگونه بود و در او گذرها کدام اقوامی که از ایران آمده بودند و به نام مرزاها یاد میشن اونا زندگی میکردن. اینا را آمدن کلش یک جای ساختن، شیعه‌ای که به نام قزلباش هستن و اونا هم همیشه پذیرفتن. بنابراین در رابطه با مسئله چیستی و عواملی که مطرح میکنیم جمع بکنیم، ای است که ما را حاکمیت پشتونی با ایجاد ایدئولوژی پشتونیزم از هم جدا کرد، و در این جریان ما یک بخش از روشنفکرهای ما که در خدمت طبقه حاکم پشتون قرار داشتن، اینا با قلم فرسایی چنان تاریخهای جعلی را به وجود آوردن، چنان کارهای به نفع حاکمیت و سلطه پشتونیزم انجام دادن که فراموش کردن در مورد پارادایم خود، در مورد هویت خود، در مورد فرهنگ خود کار بکنن و هویت خود زنده نگه دارن. بنان ما این سمت این کار را آغاز کردیم و ما میخواییم که همزمان که هویت فارسی تباری فارسی زبانی را دوباره بحث بگیریم، او را زنده بسازیم، بلکه میخواییم که این یک پارچگی را که وجود داشته طبیعی بوده دوباره احیا بکنیم. تشکر. ابراز امتنان از شما آقای نجیمی. جناب دکتر صدای ما میشنوید؟ با شما هستم جناب دکتر پدرام. بله سلام. بله سلام. سلام بر شما، درود بر شما. میخوایم از شما پرسش داشته باشم با توجه به اینکه در هفته گذشته، البته در برنامه گذشته، دوستا مواردی را بیان کردن و عواملی را البته من حیث یک طرح مسئله بیان کردن. به نظر شما با توجه به اون بحث ها
که مهمانای ما داشتن، شما این دو پارچگی برای دو پارچگی میان تاجیکا و هزاره ها کدام عوامل را برمی‌شمارید؟ اگر دقیق تر امو عوامل را بس بکنیم که بیشتر بحث ما را بتونه باز بکنه. از شما سپاسگزار هستیم. درود و سلام به همه عزیزانی که شرکت دارن، حضور دارن، تصاویر میبینن، اکثرا میشناسم عزیزانی که اینجا هستن و در این بحث زحمت کشیدن حضور دارن. نام نمیگیرم برای اینکه تعداد الحمدلله زیاد است و میترسم که نام عزیزی بزرگی بماند و حق برادری او ادا نشود. به هر حال که اینجا هستم و در این بحث زحمت کشیدن حضور دارن، نام نمیگیرم برای اینکه تعداد الحمدلله زیاد است و میترسم که نام عزیزی بزرگی بماند و حق برادری او ادا نشود. به هر حال جناب آقای بهرمان نجیمی بحث خوب مطرح کردن، خوب مشخص‌تر کنکرتر بحث شد و امیدواریم که بتوانیم در جلسات آینده هم بحث‌ها را باز بکنیم، بیشتر باز بکنیم، به نتیجه برسیم و حاصل این همه گفتگوها یک چوبت گفت، یک نتیجه خوبتر مکتوب باشه که بعد ما بتونیم در اختیار همه عزیزان قرار بدیم که اون در واقع کمک بکنه برای برداشتن گام‌های عملی به پیش. ببینید عوامل اختلاف، حالا ما خیلی فلسفه تاریخی نگاه بکنیم به این معنی که در علوم اجتماعی اگر ما تا پایان بریم، یعنی بریم و حوزه را بسیار بزرگ و وسیع بگیریم، بررسیش کار سخت میشه. بنابراین باید یک مقدار گزینشی برخورد بکنیم، محدودتر بکنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم، چون ما میتونیم لاتعدلات اقصا بحث ببریم تا چند از هزار سال قبل. به نظر من از عوامل این اختلاف از همون من پیشنهاد من این است، ممکن است از زندگی نظرات دیگه داشته باشم، از جهل یک جغرافیه به نام افغانستان باید شروع بکنم. یا من مثلا خودم میخوام برم بحث این گونه پیش برم در 6 دقیقه که میخوام گپ بزنم تا نوبت به هم عزیزان برسد و ما مشارکت بکنیم. وقتی که سرزمین به نام افغانستان جهل شد به وسیله روسیه تزاری و کمپانی هند شرقی، همون بریتانیا کبیر یا انگلیس ها، بسیار روشن بود که در همه سطوح باید جعل کاری صورت بگیرد، هم در زمینه زبان، در زمینه فرهنگ، نوشتن تاریخ، موسیقی و غیره. من امروز با جناب آقای شفق سیاه‌پوش بحث داشتم، گفتم ببینید وقتی انگلیس ها اینجا آمدن، نه تنها نام و اماکن و خیلی جاها را عوض کردن و اشراف داشتن برای اینکه چگونه تغییرات ایجاد بکنن، موسیقی را هم ریشه شکندن، موسیقی اصیل خراسانی را، موسیقی را که متعلق به ماست و به نیاکان ماست از بین بردن، یه موسیقی دیگر جایگزین کردن که من امیدوارم و عزیزان ما که در زمین های اون موسیقی که از هند آمده از کار میکنن بر نخورد با اون، حالا نمیپردازم چون فرصت پرداختن با اون نیست. اما از همینجا شروع شد، میخواستن یک ملت، یک قوم به نام افغان جعل بکنن. بدون جعل یک ملت به نام افغان، دولت افغان ساخته نمیشد. بدون ساختن دولت افغان، زبان افغانی، بدون از اینها، اینا باز به یک زبان نیاز داشتن که همون زبان افغانی یا زبان پشتو بود. بله، حاضر جامعه شناسی، بله حاضر این که چگونه این ساختار شکل بدن، خوب این کار رو باید انجام میدادن. یعنی باید میگفتن ما افغان هستیم، بعد این مردم افغانن، این دولت دولت افغانی، زبان هم زبان افغانی است. چرا اینا رو مطرح کردن و واسه کردن؟ برای اینکه اون دولت پشتونی افغانی را بسازن و نیازی به ساختن این دولت لازمش خوب نفی اقوام دیگر بود. حالا چگونه میخواستن دیگر را نفی بکنن و برسه دوم برانن، برسه سوم برانن، یا استیمیلیت بکنن در جایی که میتوانستن، یا کوش بدن، یا قتل عام بکنن، مثل اینکه 50-60 هزارها را کشتن. خب اینا رو بعد انجام میدادن تا این قوم، این دولت، این ملت به شکل میگرفت، این ملت افغان به شکل میگرفت که هنوز البته برای خودشان شکل گرفته، برای ما که هنوز شکل نگرفت و ما ملت افغان هم نیستیم. حالا اونا کوششان این بود که اینا به شکل بدن، اینا بر ترتیب بشه. خب لازمش بود تاریخ جعل بکنن، تاریخ بنویسن، بعد بیان بگن که یک زبان فارسی هست، یک زبان دری هست، یک زبان تاجیکی هست، یک قزلباش هست، یک هزاره هست، یک عرب هست، یک عجم هست. خب اینا رو باید میگفتن و در همین اواخر هم دیدین در زمان غنی که ریاست ثبت احوال نفوس یا همون بحث توزیع تذکره الکترونیک
اقوام، همین اقوام مردم ما و شما رو به دسته های دیگه هم تقسیم کردن، یعنی تنهایی نبود که هزاره، حالا با تعداد هر ولایت و هر قریه و هر شهر شهرستان و هر دی و دهکده خواستن که نام بگذارن و بعد بگن که اینا اقوام مختلفن، مستقل، اینا با هم ربطی ندارن. تنها برای تاجیکا دیدین که چقدر قوم تراشیدن، که 10 تا 15 تا قوم برای تاجیکا، همین مقدار، همین تعداد برای هزاره ها، همین گونه برای اوزبک ها، ولی خودشان پشتون بودن، افغان همون خودشان تمام و چند میلیون و چند درصد اون فساده که میخواستن بر ما تحمیل بکنن. طبیعتا یکی از اساسی ترین عوامل برای ایجاد اختلاف این خارجی ها بودن. البته خود ما هم در داخل متاسفانه به دلیل عدم آگاهی یا حضور یک عده از افرادی که در خدمت توانا قرار گرفتن، که در همه جاها میشه اتفاق میافتد، خب یک عده میرن برای علی مردم خودشان حساب بشن. شما در آسیای مرکزی دیدین این وضعیت زمانی که کشورهای آسیای مرکزی ساخته میشد و اون کتاب معروفی معصوف از بنام تبر تقسیم یا تاریخ تاجیکان با امور کاملا سوری، این به این میپردازه که حتی خیلی از تاجیکایی که پدر مادر و زبان همشون تاجیک بود، رفتن گفتن که ما مثلا تاجیک نیستیم، یک قوم دیگر هستیم، یک تبار دیگر هستیم. بین این شده از در تاریخ اتفاق افتاده است که آدمای نه تنها آدمای یادی، در سطح نخبگان یک قوم، در سطح نخبگان یک ملت، که حالا خانم افشار عزیز کلمه ملت به کار میبره که من همونا به کار میبرم، نخبگان یک ملت میگیرن و تشبه میجوین و یک ملت دیگه میگن ما اینی. در افغانستان، در این کشوری که جعل کردن، خوب این زیاد شده، در رابطه با صافی ها شد، در رابطه با خیلی خوب شد. مرحوم طاهر بدخشی نوشته خیلی خوبی داره، چگونگی انتقال ناقلین از به شمال افغانستان، در اونجا خوب توضیح میده و خیلی از ملت ها و اقوام برمی شماره که اینا خوب پشتون نبودن، افغان نبودن، ولی آمدن اینا را پشتون تبار، افغان تبار مور زدن و انگ زدن. نمونه یا آخرش در کنار که آقای منگل گفت که ما تاجیکیم، زبان ما هم فارسی است، ولی گفتن شما پشتون هستید، پشتون باشیم. ما هم دیگه پشتون بودیم و تا آخرم آمدیم پافشاره کردیم که افغان هستیم. این نمونه هایش در تاریخ افغانستان بسیار زیاد است. اما چرا میخواییم این بحث مطرح بکنیم؟ هم از بیرون به قول فیلسوفا یک عاملی بیرونی بوده، یک عاملی از بیرونی، قابلیتی هم در داخل وجود داشته. یعنی ما خودمان هم در داخل مساعد بودیم برای اینکه این بذر نفاق در ما کاشته بشود و به هر دلیل در غفلت قرار بگیریم، نپردازیم به اینا، یا خود اون وضعیت استبدادی حاکم باعث این شده بود که نتوانیم با هم گفتگو بکنیم، عدم رشد یافتگی، عدم کمونیکاسیون و گفتگو و گردش اطلاعات، همه اینا باعث این شد که خود ما هم در واقع دچار غفلت بشویم و هر روز بردامره این اختلاف و جدایی و اینا بیشتر افزوده بشود. اما حالا چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه الان ما داریم چند تا گزاره رو روشن حکم کردیم، یعنی آماده واس کردیم، گفتیم که اینجا تاریخ جعل شده و اقوام هویت ها رو خواستن جعل بکنن، زبان رو جعل بکنن و در همه زمینه‌هایی که ممکن بوده برای ساختار یک ملت افغان بخیر باید یا حذف بکنن یا جلب بکنن یا دروغ بسازن یا اسمیلیت بکنن، هیچ چیزایی به هر حال ما نباشیم تا اینا باشه. این برای اثبات خودشان و برای اینکه تثبیت بکنن هویت خودشان به عنوان یک خب به عنوان یک مردمی در اینجا نیازی به این داشتن که بخیر این کار بکنن و این حذف این کار کردن ها که تا همین حال هم ادامه دارد، نمونه‌اش هم در حکومت طالبان میبینید و الان در کوشش‌های برای تبدیل قندهار به یک پایتخت جدید که کابل و مناطق برای فارسی زبان ها رو کم رنگتر بکنن که اینا مهم نیستن، اینا رو الان میبینید حالا دوام دارد. ما منظور ما از این بحث ها این است که به یک نتیجه خوب برسیم، به خصوص با توجه به بحثی که میان جوانان تاجیک و هزاره این سالهای پسین شد که باعث نگرانی همه ما بود، دو مردم دارای زبان و فرهنگ واحد و همه چیز، بعد خواست دشمن که این اختلافات تشدید بکنه، دامن بزنه و طبیعتاً از جاهای استفاده های هم کردن، شکی نیست، همه چیز بوده، بعضن با قصد، بعضن از سر عدم دقت لازم در برنامه های استعماری، برنامه های افغانی که اینجا میخواستن بر ما تطبیق بکنن. خب بحثایی شد که میبینیم و نمیبایست باید برحال زودتر میتونستیم به نتیجه برسیم روی زونه. حالا ما میخواییم از وجوه اشتراک شروع بکنیم. پیشتر جناب آقای بهرمان نجمی گفتن که ما یک قوم، یک مرد، یک ملت هستیم، دارای یک زبان واحد هستیم، فارسی زبان هستیم و این ملت که ما را به هم جمع میکنه زبان فارسی است و این زبان فارسی هم من اون شب سخن شفیع کلکنی را گفتم که الزاماً متعلق خاص، یعنی در انحصار یک ملت خاصی هم نیست، در انحصار یک مردم خاصی هم نیست،
ممکن است گویندگان به لحاظ عددی، به لحاظ نفوذ، به لحاظ جمعیت کم یا زیادتر باشند، ولی همه در بارور کردن این زبان به هر حال نقش داشتن، حضور داشتن. اما خب این زبان خانه وجود ما بوده است، اما میتونیم بیشتر حول این در واقع شاخص فرهنگی به سخن انسان تبری جمع بشیم و این وجه مشترک خودمان بسازیم. چون حالا اگر ما بیاید شما در همین خراسان که حالا نامش گذاشتن افغانستان، اگر تاریخ بنویسید ببینید چی هزاره، چی تاجیک، چی هر اسمی که برای ما گذاشتن، حالا اسمی که برای ما و شما گذاشتن، تاریخ اینجا رو اگر بنویسید این تاریخ چگونه نوشته خواهد شد؟ چرا پشتون ها نمیتوانند تاریخ درست بنویسن جز تاریخ جنگ ها و اینا؟ یا اگر اونجا هم که میخوان تاریخ بنویسن باید جعل بکنن، مثل آقای حبیبی که میگه من خود خزانه را جعل کردم. در نشریه افغانستان آزاد میگه که بظاهر شاه میگه که من برای شما زبان ساختم، من برای شما فرهنگ ساختم، شما زبان نداشتید، این نداشتید، دا نداشتید، که در مجله کتابم چاپ شده. من به مناسبت بزرگداشت استاد محمدی هم به اون مسئله پرداختم. خب حالا این آمدن این بحث رو در اینجا مطرح کردم میاره. ما میخواهیم که چگونه با این وضعیت، با این بحران روبرو بشیم و ما اینو بگیریم. بنابراین ما نیازمند این هستیم که از اینجا شروع بکنیم و این گفتیم این خانه وجود ما، حوزه فکری ما، حوزه مشترک ما هست. مسائلی که باید وارد جزئیات بشویم بخوایم بحث بکنیم. من یک نمونه اسپانیا رو اون شب مشم کجا بود من دادم، گفتم که در سالهای 1914 وقتی که اون آقای موسولینی که اتفاقا چپم بود و سوسیالیستم بود و اون نشته بسیار معروفش آمد شروع کرد به پخش، بعد از او آمد در دهه‌سی بحران‌های شروع شد و یک داخلهای اسپانیا گفتن که موارد اختلاف فعلا دادگاه ها بررسی نکنن، ما روی به سال موارد اتفاق که بزنیم چطور با این بحران روبرو میشیم و این مشکلاتی از این اختلافات دفع میکنیم. من نظرم این است که از اینجا باید شروع بکنیم که در کجا چه وجه مشترکی داره. مگر اون تاریخ ما بنویسیم که من حالا اشاره کردم، این تاریخ چگونه نوشته میشه؟ این تاریخ اگه تاریخ فرهنگی ما باشه و خانه وجود ما باشه و زبانی که به سخن طباطبایی گذشته فرهنگی ما از دوران پیش از اسلام و بعد از اسلام و تا امروز، دوران اسلامی و تا امروز منتقل کرده است، خب اون گذشته ما اندیشه فارسی یا فارسی یا همون ایران شهره که در واقع شاخصه همون زبان فارسی از بانوانه خانه وجود ما، اونجایی که همه ما با همدیگر سخن میگیم و دور یک سفره می‌نشینیم، شما تا امروز اگر بخواید این تاریخ بنویسید، این تاریخ چگونه نوشته میشه؟ هر جای شما این تاریخ بنویسید، اونجا هزاره و تاجیک در کنار هم است. هر موقعی تاریخ شما بنویسید، شما از یک زبان، از یک فرهنگ، از یک مردم با یک تفکر واحد، با یک زبان واحد دارین سخن میگین. اونجا نمیگین که این تاجیک است، این هزاره است، میگین مولوی، میگین سعدی، میگین سنایی منوچهری، من نمیدونم هنزله بادغیسی، نمیدونم وصیف سیستانی و اون هر کسی که شما از اون زمان تا همین امروز باید بگیرید. تا همه اینا رو وقتی این تاریخ همی نویسید، شما در این تاریخ مثل همین، یعنی یگانه این، یک هویت این، یک فرهنگ این و یک زبان هستید. چیزی فراتر از این تاریخ اگه بخواین اختلاف پیدا بکنید، واقعا در کجا میتونین اختلاف پیدا بکنید؟ بحث اساسی این است. این تاریخ پشتون ها نمیتونن بنویسن، افغان ها نمیتونن بنویسن، برای به این تاریخ نمیپردازن. هر بار شما در این حوزه ای که فعلا به طور جعلی نامش خراسان گذاشتن، شما تاریخ بنویسین، تاریخ این زبان و این فرهنگ این مردم است. و در کنار این زبان، این فرهنگ و این مردم، شما اگر یک بحث دیگر مثلا شما که باز اونجا با زبان فارسی اسنا بگیرید، تیموریان هرات و چهرهای مثل شیر نوایی بینا، این اقوامی که ما پیشتر گفتیم زبان متعلق به هم است، که حالا ما اقوام ترک تبار به عنوان بخشی از یک فرهنگ درخشان دیگه در کل حوزه تمدن ما، باز میبینید که اینا در این زبان، در این فرهنگ، باز هم با بزرگان که شما مراجعه بکنید، بزرگان مشترکن. حتی ما بعضا بر سر این مسئله بحث میکنیم که این شاعر یا این بزرگ متعلق به کدام تبار، متعلق به کدام قوم اینا بود. معناش چی است؟ معناش این است که ما در اساسی ترین شاخص انسانی که مسئله فرهنگ است، با هم مشترک و با هم یگانه ایم. بسیار زیاد تشکر بکنم که از موضوع اتحاد شروع بکنیم و اینکه ما چگونه میتونیم اختلاف کنار بگذاریم و عواملش طبیعتا قدرت ها، پشتون ها، افغان ها، اینشون شوالیزم پشتون است که پیشتر آقای نجیمی گفت. تشکر بسیار زیاد سپاس دکتر سپدرام نهایت گرامی. موضوع رای حل ها طبعا موضوع بسیار مهم است که انشالله در برنامه بعدی در نظر خود گرفتیم.
پرسش بعدی ما متوجه دکتر صاحب معاهدی میشم. دکتر صاحب معاهدی، برای شما تاجیک و هزاره کی است و آیا این دو پارچگی ها پارسی و پارسی تباری را صدمه زده است و تمدن پارسی را به نظر شما ضعیف ساخته و می سازد؟ دکتر صاحب معاهدی. جناب آقای دکتر پدرام، مایک شما باز است، اگر لطف کنین مایک تان وسته کنین خوش میشین. سپاس. آقای معاهدی، پرسش را متوجه شدین؟ صدای ما را دارین؟ اگر صدای ما را دارین مایک تان باز کنین. جناب آقای دکتر معاهدی، دکتر صاحب معاهدی صدای ما را دارین؟ اگر صدای ما را دارین میشه مایک خود را باز بکنین و در قسمت سوال یا موردی که مربوط به شما میشه یا به شما خطاب میکنیم میشه صحبتهای خود داشته باشین. اولانی که صدای ما را دارین میشنوین دکتر صاحب معاهدی؟ خب من فکر میکنم که حتما مشکل اینترنتی دارن. به محضی که دکتر معاهدی صدای ما را بشنون میشه که مایکتون را باز بکنین جناب دکتر معاهدی و به پرسشی که بانجویا از شما داشتن به او پرسش بپردازین. صدای ما را دارین جناب آقای دکتر علیرضا معاهدی؟ فکر میکنم که حتما مشکل تکنیکی وجود داره. به هر حال فکر میکنم که دکتر رها آزاد، صدای ما را شما دارین؟ از شما میخواییم پرسش داشته باشم. اگر صدای ما دارین به نشانه تایید میشه مایکتان را باز کنیم. جناب بانو، بله بله، سپاس، ما مایکتان را باز کردیم، متوجه شدم. از شما میخواییم پرسش داشته باشم، صدای ما انشالله که دارین. بله بله بفهم. تشکر. نظر شما رو میخوایم در مورد این بپرسم که آیا شما باورمند موجودیت عوامل خارجی همان گونه که بخشی از او را آقای نجیمی اشارات داشتن از لحاظ تاریخی و بخش دیگر او را جناب دکتر پدرام اشاره کردن، شما باورمند موجودیت عوامل خارجی در ایجاد دوپارچگی میان تاجیک ها و هزاره ها هستید؟ اگر هستید جوابتان اگر بله هست و فکر میکنید که عوامل خارجی وجود داره، پس کدام عوامل بیرونی به نظر شما دخیل در این موضوع است؟ البته منظور ما از عوامل خارجی تنها کشورهای خارجی نیست، منظورم یک به نحوی از آنها بیرون از حلقه پارسی زبان ها و بیرون از حلقه قوم تاجیک و قوم هزاره است. میتونین به پرسش ما پاسختان بپردازین دکتر رها؟ بله، زنده و سلامت باشین میرزاده عزیز. درود خدمت شما همه عزیزان حاضر. پیش از پیش پوزش من را بپذیره به خاطر قطع وصلی احتمالی. در رابطه با سوالی که شما پرسان کردین، بدون شک هیچ کس نمیتونم موجودیت عوامل خارجی را و تاثیر عمیق شد در ایجاد این دو پارچگی در بین تاجیک‌ها و هزاره‌ها نادیده بگیره. عوامل قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و روسیه یا قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران، پاکستان، عربستان و حتی قدرت‌های مذهبی بیرونی مثلا جنبش‌های مختلف مذهبی که وجود داره و وجود داشته، مثل جنبش‌های سلفیه، جنبش مثلا شیعه سیاسی که پایگاهشان در خم هستن، و همچنین غیر از ایا عامل بیرونی که در درون خود کشور است و همین قسم که میرزاده عزیز به درستی بیان کردن، یا خارج از حوزه فارسی زبانان هستن مانند مثلا پشتونا، یا تمام از مواردی هستن یا از عواملی هستن که هر کدام از اینا در این افتراقات و در این جدایی ها دست داشتن. از عوامل قدرت‌های بزرگ جهانی اگر ما بخوایم مثلا مثال‌هایی را داشته باشیم برای وضاحت موضوع، میتونیم به دوران کمونیسم برگردیم. ایدئولوژی کمونیستی
وقتی که هزاره ها و پارسی زبان ها را به عنوان با یک رهبری مثل حزب پرچم مثل حاکم ساخته بود، در مقابلش ما جبهه مجاهدین قرار داشت و این خود بحث ایدئولوژی کمونیستی باعث شده بود که در گام نخست خود فارسی زبان ها دو پارچه شوند و دو پاره مخالف هم باشند و از طرف دیگه باعث شده بود که حتی هزاره های مجاهدین با تاجیک های مجاهدین یا از هم دور باشن، یا مثلا نفس مطرح کردن بحث ملیت ها که توسط استالین مطرح شده بود و بعدن پیروان افغانستانی اونا این بحث به اصطلاح ادامه دادن در خود افغانستان، خود از این موضوع باعث شد که تاجیکا به عنوان یک ملیت شناخته شوند، ملیت جداگانه، هزارا به عنوان یک ملیت جداگانه تلقی شوند و یا به عنوان یک ملت پارسی زبان واحد که بتوانن یک رهبری واحد داشته باشند و در ایجاد قدرت واحد و حفظ قدرت واحد در کنار هم دیگر سهم داشته باشند. متاسفانه ای خود مطرح کردن بحث ملیت ها باعث ناکامی موضوع میشد. یا مثلا در دوران حکومت موقت وقتی که تشکیل شده بود، ما در آغاز می‌دیدیم که در آغاز هزاره ها و تاجیک ها با هم تحت یک رهبری تقریبا واحدی کار میکردن و در برابر طالبان قرار داشتن، اما وقتی که آمریکا میآیه و به خصوص ما سیاست های زمان خلیج‌زاده در وقت مطالعه میکنه میبینیم که یا با تک تک رهبران پارسی زبان به اصطلاح وارد معامله میشه، با اونا به اصطلاح صحبت های صورت میگیره، معاملات صورت میگیره و یا جبهه واحد تقریبا جبهه واحد بودن یا به اصطلاح از هم میپاشنن و باعث ایجاد تنش ها میان این دو گروه ها میشن. یا مثلا عوامل قدرت های منطقه رو ما در نظر بگیریم، ما دخالت آیس های در دوران حکومت استاد ربانی داریم که تلاش داشت که حزب وحدت از حکومت استاد ربانی جدا کنه و سرانجام وقتی که میایم شورای هماهنگی را ایجاد میکنن که این شورا در برابر استاد ربانی قرار میگیره که و خودش از این شورای هماهنگی ما شما میفهمید که متشکل از حزب اسلامی حکمتیار بوده، جنبش دوستان بوده و حزب وحدت برماندگی از جامعه هزاره و جامعه شیعه. بنابراین در خود اینجا ما میبینیم که آی اس آی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در دو پارچگی به اصطلاح نقش خیلی عمیقی را بازی کردن و یا در برابر حکومت استاد ربانی که نمایندگی از حکومت فارسی زبان میتونه ما بگیم مثلا ایجاد میکنن، یا مثلا مداخلات حکومت سعودی و ایران که هر کدام اینا طبق الگوی خودشان میخواستن که یک حکومت سرکار بیایه و سعودی نمیخواست که شیعه ها که یک وجدی از هویت هزاره را شکل بدن در حکومت شریک باشن و در برابر از او ولایت فقیه، و ایران مثلا میخواست که یک شیعه به اصطلاح حضور حداکثری داشته باشن. بنابر این حکومت سعودی و حکومت ایران ما میتونه به عنوان حکومت های قدرت های منطقه‌ای در افتراقات میان تاجیک ها و هزاره مد نظر داشته باشیم. یا مثلا بحث جنبش ها رو ما میتونه مطرح کنیم، جنبش های مثلا سلفیت، یک تنش تاریخی کلان، یک تنش تاریخی مذهبی کلان همیشه بین گروه های اهل سنت و اهل تشیع وجود داشته و سلفیت شکل میگیره و قوی میشه و در کنار از او وقتی که ایدئولوژی ولایت فقیه قوت پیدا میکنه، در برابر از اینکه ما در دنیای عرب داریم که این تنش‌ها بین اهل تشیع و اهل تسنن به اصطلاح وجود داره، در افغانستان ما میبینیم که این به اصطلاح تنش‌های تاریخی دوباره زنده میشه. همون رقمی که جهان عرب تبدیل شده به یک میدان رقابت سنی و شیعه شده بود، افغانستان متأسفانه بخشی از این میدان رقابت میشه و خود همین باعث دوپارچه شدن فارسی زبانان هزاره و تاجیکان میشه و تاثیرات عمیقشون داشته. همین قسم ما میتونیم بحث چی رو مد نظر بگیریم، پشتون ها و تاثیراتی را که اونا به عنوان یک عامل غیر فارسی زبان در افتراقات و جدایی بیان از اونا داشتن بعد از کودتای هفت ثور که ایدئولوژی چپ و راست باعث بشه که قدرت به دست اقوام غیر پشتون بیفته و اقوام غیر پشتون میتونن که از امکاناتی که قبلا از او برخوردار نبودن مثلا اسلحه و پول های خارجی و ساختن جنبش ها و احزاب اینا، خود از این و همچنین در کنار از این بحث حکومت استاد ربانی به عنوان یک مؤلفه هایی که یک پونت مثبت برای به اصطلاح تاجیکا و کلا برای فارسی زبان ها بوده، پشتون ها در هراس میشن و این قدرت تاریخیشان به اصطلاح در خطر میبینن، به خاطر همین باعث میشه که اینا از ائتلافاتی که ممکن است بین پارسی زبان و بخصوص هزارها و تاجیکا به وجود بیاید و باعث براندازی این حکومت چند ساله از اینا شاید، اینا در هراس میشن و تلاش میکنن که به اصطلاح مانع ائتلافات شود، چون بعد از اونها یک چیز مشخص و واضح بوده که اگر هر کدام از اینا را جدا جدا بتونه به اصطلاح سراغ از اینا بره یک امر برشان تقریبا آسان است که اینا را سر جای خودشان بشنن، ولی اگر این ائتلاف شکل بگیره و این تاجیکا و هزاره ها در کنار هم دیگه به اصطلاح بیستن، در اون صورت شکستشان چیز سخت نمیشه. به همین دلیل است که ما و شما هم در اون زمان و هم در زمان حکومت اشرف غنی ما به اصطلاح دخالت هایی را که دولت، دخالت هایی را که حکومت در این زمینه داشت و انواع و اقسام فعالیت هایی را که انجام می دادن و
دکتر سید پدرام عزیز به نحو بسیار واضح و روشن و زیبا این موضوعات بیان کردم و من نمیخوام که وارد تکرار شوم. همه این مباحث مباحثی است که ما او را میتونیم به عنوان عوامل بیرونی در دوپارچگی تاجیکا و هزاره ها مد نظر داشته باشیم و به او بپردازیم و هر کدام از اینا اگر بخوایم وارد جزئیات شویم، من فکر میکنم که زمان برنامه ما را یاری نخواهد کرد و به همین دلیل من فکر میکنم که اگر سوال دیگه متناسب با همون شنوندگان داشته باشن من جوابگو خواهم بود. در غیر این صورت چون طبق برنامه‌ریزی برنامه 30 تا 5 دقیقه وقت برای اتمام است، ممنون شکر.